سلام، شبتون به خیر باشه. با شبنامه در خدمت شما هستیم. امشب ادامه یه گزارش تحریم تسلیحاتی ایران رو خدمت شما ارائه میدم. احساس میکنم نکات جالبی رو امشب با هم مرور خواهیم کرد و در شبهای آینده اگر موافق باشید به این میپردازیم که در خصوص موضوع مذهب در ایران و بحث عاشورا در اتاقهای تصمیم سازی آمریکا چه اظهار نظرهایی میشه و اونها از چه زاویه‌ای به این قضیه نگاه میکنن. بدون مقدمه بحث‌های امشب رو شروع می‌کنم. در شب‌های قبل براتون توضیح دادم که اتاق تصمیم‌سازی آمریکا در خصوص تحریم‌های تسلیحاتی ایران چه چیزهایی رو مطرح می‌کنن. توضیح دادم که یک گزارشی در اندیشکده واشنگتن منتشر شده. در گزارش این اندیشکده تأکید شده بر اینکه تصور نکنید بعد از اینکه تحریم تسلیحاتی ایران برداشته میشه، ایران میره خریدهای بسیار زیادی رو انجام میده. ماجرا برعکسه. ایران خریدهایی رو انجام میده و از طریق اون خریدها تلاش می‌کنه تا با کمک مهندسی معکوس به اون سلاحایی که مورد نظرش هست دست پیدا کنه. ماجرا البته کمی پیچیده‌تر هست. شما وقتی گزارش اندیشکده ها رو بررسی می‌کنید می‌بینید یک نگرانی فراتری وجود داره. در واقع در گزارشی که اندیشکده واشنگتن در این خصوص ارائه داده، در انتهای گزارش یک نکته وجود داره که الان خودش جالبه. میگه زمانی که تحریم تسلیحاتی ایران برداشته بشه، ایران این فرصت رو پیدا می‌کنه تا اجزای قطعات مورد نیاز خودش رو و اون چیزهایی که مد نظرش هست رو تهیه بکنه و با کمک کامپیوتر مواد خاصی که مد نظرش هست رو برای تولید سیستم‌های پیشرفته تر به کارگیری بکنه. در واقع این نکته که شما الان اخیراً دارید می‌بینید که ایران میاد ادعا می‌کنه که من یک موشکی ساختم که این جدیده و هیچ کس در دنیا نداره. ایران میاد اعلام می‌کنه من به یک سلاح جدیدی رسیدم و مدعی میشه که این سلاح در دنیا نظیر نداره. این چیزی هست که طرف مقابل کامل بهش رسیده و اونها نگران این نیستن که ایران میاد تسلیحات می‌خره. ماجرا متفاوته. اونها نگران مهندسی معکوس تسلیحات در ایران هم نیستن. اونها نگرانیشون این هست که ایران از طریق این تسلیحاتی که خریداری میکنه موفق میشه مدل‌های پیشرفته‌تری رو بسازه و این اون خطری هست که میتونه ما رو درگیر کنه. اگر اجازه بدید یک بخش از این گزارش رو از این متن براتون بخونم. نوشته که تهران حتی تحت تحریم‌های فعلی هم توانسته با برنامه پیچیده و مخفیانه کالاهای تجاری در دسترس با مصرف دوگانه را بخرد. رژیم در این مدت زمان به تولید طیف چشمگیری از سیستم‌های تسلیحاتی کوچک اما به شدت توانمند شده که برای تأمین نیازمندی‌هایش کاملا کافی هستند روی آورده و این مهم حتی ایران را قادر ساخته تا فراتر از ظرفیت‌هایش عمل بکند. اون نکته که البته خیلی برای من مهمتر هست و فکر می‌کنم از همه گزارش‌هایی که در طول این ماه‌ها از اتاق تصمیم‌سازی آمریکا براتون خونم مهم‌تره، این بخش از گزارشه. کاری که ما در طول این سال‌ها انجام دادیم چی بوده؟ کشورهایی در این دنیا وجود دارن که این کشورها برای بازدارندگی خودشون کارهای پیچیده‌ای انجام دادن. بمب اتمی ساختن، ناو هواپیمابر ساختن، به خرید تسلیحات مختلف روی آوردن. کاری که ایران تلاش کرده انجام بده این بوده که با کمترین هزینه و با به کارگیری ساده‌ترین ها اثرگذارترین ضربه رو بزنه. در این گزارش دقیقاً اومده به همین قضیه اشاره کرده، گفته که فکر نکنید ایران برای اینکه آمریکا و یارانش رو در منطقه به چالش بکشه به چیزهای خیلی پیچیده‌ای نیاز داره. اشاره کرده به اتفاقی که در سال 2019 افتاده. گفته در سال 2019 یک حمله انجام شده. این حمله به زیرساخت‌های نفتی عربستان بوده. اشارش به همون حمله‌ای هست که در اون تأسیسات نفتی آمریکا توسط یمنی‌ها مورد هدف قرار گرفت و یک ضربه بسیار سنگین به عربستان زده شد. گفته که در این حمله کل توانی که اینها پای کار آوردن 18 تا دونه پهباد بوده و 7 تا دونه موشک کروز. بعد اومده گفته که یک زرادخانه بسیار کوچک در مقابل ما در اون حمله قرار داشت. این زرادخانه بسیار کوچک با 18 تا دونه پهباد و 7 تا موشک کروز موفق شد یک ضربه بسیار سنگین به تولید نفت پادشاهی سعودی بزنه. این قسمت خیلی جالبه. میگه ضربه سنگینی که اینها با 18 تا دونه پهباد و 7 تا موشک به صنعت نفت سعودی زدن باعث شد که چند هفته این کشور با مشکل روبرو بشه و تولیدات نفت عربستان به نصف برسه و جهان در تولید 5% از نفت خودش با یک بحران واقعی روبرو بشه. اجازه بدید یک مقدار روی همین حمله پهبادی به آرامکو تمرکز بکنیم. یک دلیل ساده داره که هنوز که هنوزه با گذشت چیزی در حدود یک سال اتاق‌های تصمیم‌سازی آمریکا گزارشی در خصوص منطقه خاورمیانه نمی‌نویسند الا اینکه اون اتفاقی که در عربستان افتاد و اون فاجعه‌ای که برای عربستان در حوزه نفتی پیش اومد رو مرور می‌کنن و این رو لحاظ می‌کنن در برنامه‌هاشون. یمنی‌ها بر اساس اون ادعای رسمی که وجود داره یک ضربه‌ای رو به عربستان زدن و هنوز که هنوز آمریکا وقتی می‌خواد تو منطقه ما یک اقدامی انجام بده دست‌های اینها می‌لرزه. نگران
نگران این هستن که نکنه یک اقدامی از این جنس از یک جای خودش رو نشون بده، در اسرائیل خودش رو نشون بده، در امارات یا عربستان خودش رو نشون بده. و این اقدامی که یمنی ها انجام دادن بیش از هر کاری که ما میتونستیم انجام بدیم بازدارندگی ایران رو بالا برد. اینها گزارشی نمی نویسن در خصوص ما الا اینکه به طور غیر مستقیم به مقامات خودشون میگن آقا حواست به داستان آرامکو باشه. اما برگردیم به ماجرای آرامکو یک مقدار بخندیم ببینیم اینها چجوری ماجرا رو بررسی میکنن. میگه که ما رفتیم پهپادهای ایران رو مورد بررسی قرار دادیم و پهپادهایی که در قضیه حمله به تاسیسات نفتی عربستان مورد استفاده قرار گرفته اینها رو هم مورد بررسی قرار دادیم. دیدیم این پهپادهایی که یمن اومده در این عملیات مورد استفاده قرار داده خیلی شبیه هست به پهپادهایی که ایران داره تولید میکنه و این پهپادها یک ویژگی داره و اون ویژگیش این هست که موتورش رو رفتن از روی موتور پهپادهای انگلیسی کپی برداری کردن و مجوز هم نگرفتن. حالا چرا داره به این قضیه اشاره میکنه؟ اون نگرانی که تو ابتدای گزارشش اومده و مطرح کرده بود که ایرانی ها میتونن مهندسی معکوس بکنن، این رو داره اینجا یادآوری میکنه. میگه اینها رفتن یه پهپادی ساختن، ما رفتیم موتورش رو بررسی کردیم، میبینیم موتورش رو رفتن از روی اون مدلی که توی انگلیس بوده ساختن، مجوز هم نگرفتن. بعد گفته که چین هم همین کار رو داره با ما میکنه، چین هم اومده تولیداتی رو انجام داده، این تولیدات بعضی قسمتاش کپی کاری هست از روی مدل‌های انگلیسی، از روی مدل‌های ایتالیایی و کشورهای دیگه. بعد در نهایت اومده گفته این کاری که اینها دارن انجام میدن ساخت سلاح‌هایی هست که بتونه به شیوه‌های کم هزینه کار اونها رو راه بندازه. اجازه بدید یک نکته رو اینجا قبل از اینکه از این بحث عبور کنیم به شما عرض بکنم. میگه که ایران اومده از روی مدل انگلیسی یک کپی کاری در ساخت موتور انجام داده و مجوز هم نگرفته. نکته که من میخوام خدمت شما عرض بکنم این هست که بعد از اینکه ما مدل قایق‌های تندروی خودمون رو در خلیج فارس اومدیم عملیاتی کردیم، انگلستان عین همین قایق‌ها رو که تا قبل از این کسی مشابهش رو در دنیا نساخته بود اومدن از روی مدل ایرانی ساختن و الان در گارد ساحلی خودشون دارن ازش استفاده میکنن. نه ایران اومد ادعای مطرح بکنه که چرا از این مدل شبیه سازی کردید، نه کسی اومد فریاد بزنه بگه آقا ایران یک زحمتی کشید، اینها کپی کاری بدون مجوز کردن از روی اون. به عبارت ساده‌تر اونجا که به نفعشون باشه میان از اون مدلی که ما ساختیم کپی برداری میکنن، صداش رو هم در نمیارن، بعدن ما از روی تصاویر و ویدیوها میفهمیم که این رو اومدن از روی اون مدلی که ما ساختیم مهندسی معکوس کردن. اونجا که به نفعشون باشه به عربستان کمک میکنن، بهترین تسلیحات رو میدن تا وحشتناکترین جنگ رو در یمن رقم بزنه، تا یک ویتنام واقعی در خاورمیانه به وجود بیاره و هیچ کس هم بهشون اعتراض نمیکنه. ولی همین یمن اگر برای دفاع از خودش از یک پهپادی استفاده بکنه، میرن ته این پهپاد رو هم در میارن که موتورش از روی انگلستان کپی کاری شده یا از روی مدل مثلا ایتالیایی اینو کپی کاری کردن. این هم البته از رذالت کسانی هست که در مقابل ما قرار گرفتن که واقعا برای اینها سنگین هست ببینن یک کشوری غیر از کشورهایی که در غرب دنیا وجود داره داره برای خودش آقایی میکنه و داره در حوزه نظامی، در حوزه هایی که به تولید اقتدار منجر میشه داره پیشرفت میکنه. این برای اونها به شدت شکنجه آور هست و نکته هست که من همیشه در گزارش های اینها با ادبیات های مختلف میبینم که دارن بهش اشاره میکنن. اجازه بدید این گزارش رو همینجا متوقف بکنم. خیلی این گزارش مفصل اومده از زبان فرماندهی نیروی دریایی آمریکا توضیح داده که اگر ایران بتونه تحریم‌های تسلیحاتی رو کنار بزنه در حوزه هوش مصنوعی چیکار میتونه انجام بده، با پهپادهاش چه برنامه‌ای رو ممکن داشته باشه. اومده ابراز نگرانی کرده از اینکه بعد از برداشته شدن این تحریم‌های تسلیحاتی یک قدرت جدید در کنار ما در حوزه نظامی قرار میگیره که شکاف‌های خودش با ما رو برطرف کرده و میتونه به معنای واقعی ما رو به چالش بکشه. اومده این رو توضیح داده که برای بازوان منطقه ایران چه اتفاقی میفته و به طور خلاصه این اشاره کرده که برداشته شدن تحریم‌های تسلیحاتی ایران میتونه به یک انقلاب در امور نظامی در یک کشور در خاورمیانه منجر بشه. اجازه بدید همینجا شبنامه امشب رو متوقف کنیم. در انتهای شبنامه امشب تصاویری رو داریم مشاهده می‌کنیم که شما دوستان عزیز با هشتگ ماملت امام حسینی ارسال کردید. ممنونم از تک تک دوستان عزیز بابت تصاویری که ارسال کردن. همونطور که در تصاویر مشاهده می‌کنیم امسال محرم با وجود همه محدودیت‌هایی که برای ما تعریف شد خیلی متفاوت‌تر برگزار شده. یک عقلانیت خاص امسال در برپایی محرم توسط مردم دیده میشه. همه تلاش کردن با رعایت اون پروتکل‌هایی که تعریف شده خودشون، خانه‌های خودشون و محیط اطراف خودشون رو به یک حسینیه کوچک برای امام حسین تبدیل کنن. ممنونم از همه دوستانی که شبنامه رو دنبال می‌کنن و از ما حمایت می‌کنن. منتظر پیام‌های ارزشمند شما هستیم. شبتون بخیر.